یک عضو صندوق امانی افغانستان که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز است، به کابل آمده بود و در نشست شورای عالی بانک مرکزی شرکت کرد. شاه محمد مهرابی میگوید که در این نشست درباره اوضاع پولی و فعالیت‌های بانک مرکزی گفتگو کرده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال 2023 میلادی بانک نوت‌های جدید افغانی وارد کشور شود. آخرین محموله بانکنوت های کسای شرکت امنیتی چاپ پول پولند چاپ شده است در ماه جنوری سال 2023 به افغانستان خواهد رسید. بر بنیاد قرارداد که با شرکت فرانسوی اوبردور فیدیوشیری شده است، نیم بانکنوت های افغانی در ماه می سال 2023 و نیم دومش در آخر این سال به افغانستان خواهد رسید. در همین حال برخی از باشندگان پایتخت میگویند که بانک نوت‌های فرسوده چالش‌های آنان را افزایش داده است و امارت اسلامی باید بانک نوت‌های تازه چاپ شده را وارد بازار کند. پولای فرسوده مشکلات زیاد با مردم خلق کرده. به خاطر که این پول ما اگر از مشتری میگیریم، پس بعد که قسمه ایتیم اگونا میگه ای پولا نمیگره. پیسای کنه را که جمع کنن امارت اسلامی اگر پیسای نو توزیع کنن خوب است، بخش ما هم خوب است. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که وارد بانکنوت های تازه چاپ شده می تواند مشکلات کمبود نقدینگی را برطرف کند. چاپ و تزریق بانکنوت های جدید در سیستم پولی افغانستان از لحاظ اقتصادی مؤثر تمام میشه و می تواند که کمبود نقدینگی را تا یک حد مرفوع بکنه. در صورتی که بانک مرکزی نظر به عرضه و تقاضا بتواند این پول را در مارکت بر اساس یک میکانیزم خاص سیاست پولی عرضه کنه، البته در قسمت ارزش پول افغانی مشکلات با وجود نمیه. پیش از این رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که 1.5 میلیارد بانکنوت تازه چاپ شده به افغانستان رسیده است.